خواهش بسیار خوش کردیم، محبت کردین آمدین به برنامه ما. خواهش میکنم، درود میفرستم خدمت هموطنان بزرگوار بینندگان شما. خواهش میکنم. خب ببینید، شما تاریخدان هستین، تاریخ رو میدونید. ما وقتی تاریخ رو بهتر میفهمیم که منصفانه راجع بهش صحبت بکنیم. احسن. یعنی اون چرا که اولا واقعیت رو بیایم بگیم و ببینیم که چه بوده. بسیاری از آدم ها روی تاریخ ما اثر گذاشتن، اثر خوب گذاشتن، احتمالاً اثر بد گذاشتن. یه نکته رو بگم، ببخشید نمیخوام زیاد صحبت بکنم. داشتم نگاه میکردم به تصاویری از رؤسای جمهور آمریکا. بله. هیچ جا ننوشتن هیچ کدوم از اینا خائنن. اینا همه رئیس جمهور آمریکا بودن. بله. منتها نظریات مختلف داشتن. بله. راجع به مسائل اقتصادی، راجع به مسائل مخت... ما که به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم همه این میگن این خائنه، این من اینطور بوده، این اونطور بوده. اصلا تاریخمون که ورق میزنیم خجالت میکشیم. بله. به درستی هم نمیدونیم که چگونه است. همین در اتاق با هم داشتیم صحبت میکردیم، گفتم من هنوز نمیدونم که احمدشاه شاه خوبی بوده یا شاه بدی بوده. اینقدر کتاب نوشته، هیچکس منصفانه راجع بهش ننوشته. بله. اما بعضی ها هستن که دیگه نمیشه واقعیت رو فراموش کرد، اثر گذاشتن و به زمانه ما برخورد میکنن. یعنی من در همون دانشگاهی درس خوندم که رضا شاه ساخته، خب و بوده، همون ترن اینو سوار شدم که اونجا، و بعد میدونم که وقتی که رضا شاه قدرت گرفته در ایران، ایران در چه مرحله‌ای بوده، هر گوشش رو یکی اداره میکرده. من تمر جمع میکنم، باور میکنید که در کرمان هم یه عده‌ای مستقل بودن تمر چاپ کرده. بله. یه عده‌ای داشت، یعنی اصلا مثل این که ایران تیکه پاره بوده و رضا شاه رو با قدرتش، با هر چی میخواین اسمش بگذارید، یه کشور مستقل برای ما درست کرد، یعنی اثرگذار بود. بله. امروز میخوام صحبت بکنیم راجع به خوزستان. اجازه بدید، حرفای خوبی زدید آقای کاردان. ببینید، علت این که مردم ما کمپیوز هستن به جهت این که الیت ما، قلم به دستان ما، مفهوم تحقیق رو به کار نبستن. ریسرچ یا تحقیق یعنی یافتن حقیقت، چیز دیگری نیست، یافتن حقیقت. البته تاریخ چیز پیچیده است، بسیار بسیار وقایع هست در هر لحظه. فرض کنیم ما میخوام در روزگار مثلا فردوسی، ما خیلی کم میدانیم. بله. آدم های برجسته بزرگ رو میشناسیم، اما هزار و یک واقعه اتفاق میافتاده که ما از اونا بیخبریم. بله. بنابراین در بهترین فرم ما میتوانیم چیزی در باب چیزها بدانیم، اما برای دریافت اون چیز ما بایستی شیوه تحقیق را بدانیم. این رو من عرض میکنم چون این سخن تا حالا گفته نشده، خود منم عرض نکردم، در طی همه سالیان پیش نیامد، اما چون پیش آمد عرض میکنم. ما در تحقیق مقصود یافتن حقیقت است و بس. البته بسیار بسیار مشکل است که مورخ هیچ گونه عاطفه‌ای یا نظری نسبت به بعض مسائل نداشته باشد، این غیر ممکن است. میگویند مغلطه بیکن، اشارهش به فرانسیس بیکن هست. باری بنابراین برای یافتن حقیقت ما بایستی شیوه ریسرچ یا تحقیق رو بدانیم، و اون این است که ابتدا ما موضوع رو برمیگزینیم، در بابش فکر میکنیم، و بعد بایستی ما بر زبان مسلط باشیم، هوشیار باشیم، حافظه خوب داشته باشیم و بتوانیم بنویسیم، و بعد موضوع مأخذ شناسی مطرح می شود. یعنی ما بتوانیم مأخذ تراز اول رو جدا کنیم و بعد مأخذ تراز دوم رو هم جدا کنیم و مأخذ درجه سوم. فرض کنیم می خواهیم در باب تاریخ اسلام تحقیق کنیم. خب ما می دانیم که مواخذ درجه اول اسلام چیزن؟ ابن کلبیست، واقدی هاست، تبریست، ابن اسیر هست، عرض کنم ابن خلدون هست، مسعودی، و این تعداد اینا تراز اول هستن. بعد تراز دومی ها رو هم در نظر میگیریم.
عرض میکنم که مثل روضت الصفا و حبیب سیار دیگر اینا، و بعد ما شروع میکنیم به خوندن اینها و در واقع کراس اگزام کردن، یعنی مقابله میکنیم ببینیم که فرض کنین یک مطلب در چند تاریخ آمده و در کدام نیامده به عنوان مثال. بعد که این کار رو کردیم مآخذ درجه دو و سه رو باید نگاه بکنیم بدون کوچکترین تعصبی نسبت و غرضی و مرضی خدا اینا کرده بتوانیم حقیقت رو بیرون ببریم. و یه وقت این بحث خیلی مفصلی است. اون چه در این کتاب آقای سر پرسی لورن فرض کنید آمده به این میگویند interior evidence، دلایل داخلی، اون چه به متن مربوطه. اما خیلی کسان آمدن در باب این کتاب نظر دادن، ما اونها رو هم باید بخونیم. به اونها میگویند exterior evidence، یعنی دلایل خارجی. و بعد ما مطلب رو مینویسیم و در اختیار ناقدان سخن قرار میذاریم، که این البته پروسس خیلی دقیقی است. این طور نیست که ما یک برگ روزنامه برداریم بگیم ما حقیقت رو یافتیم، یا یک کتاب رو سند کنیم به تنهایی. آدم های یک کتابی آدم های خطرناکی هستن. اصولا خطرناک بودن ملاها از اونجاست که یک کتابی هستن. اصولا میگوین جز این کتاب باید کتاب ها رو آتش زد. باری در باب رضا شاه ما امروز بخواییم در باب خوزستان صحبت کنیم. به نظر مخلص مهمترین لگسی مرحوم رضا شاه موضوع خوزستانه. بسیار بسیار مهم بوده، کم هم در بابش صحبت میشه. یعنی با یک لغزشی خوزستان کاملا میتونست از ایران جدا بشه. یعنی ایران قد ضعیف بود و دولت انگلیس انقدر نیرومند بود که با یک خطا میشد که خوزستان جدا بشه و این نام خوزستانی وجود نداشت، عربستان بود. عربستان یعنی میگفتن برویم به عربستان. من نامه ها بسیار خوندم از پیران بختیاری، مثل حسین قلی خان نوشته از فلان کس رو به عربستان فرستادن برای خرید مثلا 30 اسب عربی، نامش عربستان بوده. و بعد این عربستان گفتم که یکی از استانهای زرخیز خوب ایران از دیرباز بوده. این و اینم اضافه کنم که بعد از سقوط قاجارها کشور به هم ریخت، هم که شما اشاره کردید. هر جا مرد قدرتمندی بود حکومت داشت. نایب حسین کاشی سارق بود اما سکه چاپ میکرد، به نام خودش چاپ میکرد. یا فرض کنید جعفرقلی چرمنی، رضا جوزانی، دزدها هم سر بر کرده بودند و کشور واقعا بی صاحب شده بود. مصطفی ممالک میگوید آقایان دزدها تا پشت دروازه تهران هستن، بیایید پول بگذاریم دزدان رو سرکوب کنیم. یه مقدار پول میگذارن و تفنگ میخرن، بیرون دروازه دزدا میریزن، تفنگا رو از اینا میگیرن. یک همچین وضعیتی بود بعد از مشروطه. اینقدر هست که نیروهای بسیار فداکار ملی بودن در تهران، تعدادشون هم اندک بود و 2000 سوار بختیاری داشتیم. و ارامنه چه خدمات بزرگی کردن. یپرم خان و دوستانش. تقی‌زاده میگوید این یپرم خان ناپلئون بود و در هیچ جنگی شکست نخورد و فداکاری ها بسیار کردن. جنگ های سالار و دوله، جنگ شاه و دوله، عرض میکنم که بازگشت محمد علی میرزا، اینها رو نیروهای ملی عرض میکنم که به جنگشون میرفتن غالبا پیروز میشدن. اما یک کشور از هم پاشیده بود که یه قدرت مرکزی نیرومند نداشت. البته فرمان شما صحیح هست و جاده ها راه ها اینا همه به وجه قدیم بود. و در این میانه هست که رضا شاه پیدا میشه، در واقع با کمک جنرال آیرونساید اینا پیدا میشه که ماجراشو میدونین، کودتای سوم اسفند و آمدن رضا شاه. رضا شاه مردی بود مدرسه نرفته اما به لحاظ سیاسی از بسیاری از سیاستمداران هوشیارتر بوده، به دلایلی که توانسته یکی یکی اینا رو کنار بزنه به خودش به قدرت برسه. از همون روز نخست اندیشه پادشاهی رو در سر میپرورانده. ولی اما تا اونجا که من شنیدم که آخوندها دلشون میخواسته، آخوندها پیشنهاد کردن پادشاه بشه، دلش میخواست جمهوری اعلام کنه. نه الان عرض بکنم، خیر موضوع جمهوریتش عرض بکنم بهش میرسیم. و بعد عرض کنم که ما
چون صحبت خوزستان هست، ما اجازه بدید که شخصیت‌های مهم این حادثه بزرگ رو معرفی بکنیم. یکیش رضا شاه است. بله، رضا شاه آمده و در دوره که ما صحبت میکنیم ایشون نخست وزیر هست. رضا شاه نخست وزیر هست. یعنی اگر خطا نکنم در 6 آبان در واقع 1302 احمد شاه رضا شاه رو نخست وزیر کرد. بسیار خوب. رضا شاه موافقین بسیار داره، مخالفین هم بسیار داره. موافقینش مردمانی بودن که میدن کار داره انجام میشه، امنیت هست، چین و چنان هست، و معمولا وقتی کشوری و جامعه دچار ضعف میشه یک مرد نیرومند که پیدا میشود مردم به او میگروند، همچنان که به نادرشاه گرویدن. بنابراین پشتیبان داشت، مخالفین هم داشت. مخالفین ایشون کی بودن در اون مقطع؟ مخالفینش اقلیت مجلس بود، در واقع اقلیت مجلس به فرماندهی در واقع سید حسن مدرس بود، ملک شعرهای بهار بود، عرض میکنم اخگرنامی بود و چند تن دیگه، اینها مخالف رضا شاه بودن و دستگاه دربار. احمد شاه در این مقطع صحبت میکنیم رفته اروپا مانده و کوشش های بسیار برای پس آوردنش به جایی نرسیده و من در تاریخ های ایران ندیدم، اما سر پرسی لورن و یک مورخ انگلیسی دیگر میگوید احمدشاه میترسید رضا شاه او رو به دار بکشد. بنابراین وقتی رضا شاه گفته است من نخست وزیر کن، گفته است که من شما رو روزی نخست وزیر میکنم که شما خود شما منو تا مرز ببرید، تا مرز عراق، از اونجا میرفتم، من شما رو نخست وزیر میکنم. اگر تاریخ نیا کنیم فاصله دو روز، به فاصله دو روز بعد از نخست وزیری احمد شاه کشور رو ترک کرده و رضا شاه هم رفته. این رو خارجی ها نوشتن. بنابراین محمد حسن میرزای ولیعهد که جانشین احمد شاه هست، اونجا ولیعهد هست، اوست در کسان مخالفین رضا شاه. خود احمد شاه که در فرنگ نشسته از مخالفین بود و کسانی که وابستگی داشتن به جایی و کسانی که منافع بسیار داشتن از منزلتی که داشتن، من جمله شیخ خزعل. بنابراین ما اینا رو به عنوان مخالفین رضا شاه اینجا شناسایی میکنیم. و خدمت شما عرض کنم که انگلیس ها خب دیگه قدرت مطلق در منطقه بودن و ایران رو کشور ضعیف میدن و فقیر و گاهی اوقات شکایت میکنن که ایران نفعی برای ما نداره، چه میزان ما پول خرج کردیم در اینجا، اما ثروتی که از نفت می‌بردن بی اندازه بوده. اینها راجع به رضا شاه نظرشون هنوز اعتماد نداشتن و گاهی اندیشه تعویض رضا شاه رو داشتن. سر پرسی لورن آمده و به جزئیات قضیه اشاره کرده، به جزئیات جامعه ایرانی، و میگوید من در احوال این مرد دقت کردم، آدمی است خشن هست البته، اما بسیاری از مردم به او احترام میذارن. در این گونه مواقع که کشور دارای قانونی نیست، مردم به کسی که دارای خشونت میکنه و قلدری میکنه ازش میترسن و بهش احترام میذارن، اما در ضمن این که خشن هست از عهده کارهای مهم برمیاد. و ما اگر بخواهیم از شخصیت هایی که در سر تا سر کشور هستن مثل خوانین، رؤسای قوم دیگر علیه او برکشیم، رفته رفته از رضا شاه یک شخصیت ضد انگلیسی میسازیم. بنابراین او رو یک آدم ناسیونالیست خطاب میکنه و میگوید او انگلیسی نیست به لغتی که معمول هست، یعنی نوکر ما نیست. اینو میخواد بگه. و این سخن را عرض کنم که اینا که میگن رضا شاه نوکر انگلیسا بود، این صحیح نیست، این درست نیست. درست است که یکی دو جا عقب نشینی کرده، مثل موضوع در واقع اکستند کردن قرارداد دارسی، خب عقب نشست، اما نه اینطور نبوده. به طور کل این خودش هم گفته که این انگلیس ها در باب من اشتباه کردن. بنابراین این آقای عرض میکنم سر پرسی لورن
چند نامه مفصل نوشته که سرانجام رضا شاه در این مملکت پیروز میشه و بهتر ما اون رو پشتیبانی کنیم و دیگری رو بر رضا شاه ترجیح ندهیم. بسیار خوب، پس انگلیس ها رو داریم. بعد جز این دیپلمات خیلی خیلی مشهور سر پرسی لوران، ما خدمتون لورد کورزون رو داریم که وزیر امور خارج است و نخست وزیرای دیگر انگلیس مثل رمزی کلارک رو داریم، بالوین رو داریم، ما عرض میکنم که جورج چرچیل رو داریم، نه وینستون چرچیل، جورج چرچیل رو داریم و چند شخصیت دیگر که اینها در این داستانی که ما خواهیم گفت تاریخی اینها نقش داشتن. بنابراین رضا شاه از یک سو، موافقانش از یک سو، مخالفان رضا شاه یک سو، انگلیسی هم از سوی دیگر، شیخ خزعل هم که اساساً موضوع داستان هست، یعنی تا ما برسیم به داستان خزعل بسیاریان سرکوب شدند. عرض میکنم همین جعفر قلی چرمنی و رضا جوزانی اینا 2000 سوار داشتن در نهای اصفهان، پدر من در اون جنگ ها شکرد داشته، دوتا از دایی های من اونجا کشته شدند و بسیار یاقی های دیگر مثل نایب حسین کاشی و جنگ های سالار و دوله و موضوع محمد علی میرزا اینا همه رفتن، اما خزعل سر جاش هست از بس نیرومند بود. حالا خزعل چه کسی بود؟ خزعل کسی بود که در واقع از یک خانواده مشهور عرب، از پدرش از شیوخ عرب بود، پدرش برادرش مزعل یا مزعل، من تلفظ این لغت رو در عربی ندیدم که بدانم که این حرکت در فتح هست یا ذم هست، این است که آمد و توطئه کرد برادر رو کشته جاش نشسته و دولت ایران یعنی دولت ناصری، ناصرالدین شاه، یک حق کشتیرانی هم به انگلیس ها داد. انگلیسی ها آمدن و با این خزعل آشنا شدن و چون همه منافعشون در ایران موضوع تأسیسات نفت بود، این خزعل رو به علاوه قوانین بختیاری این رو بهترین نیرو دیدن برای صیانت از لوله های نفت، از لوله های نفت، و قدرت خزعل روز به روز زیادتر شد به وجهی که گمرک خرمشهر رو در اختیار داشت، حقوق گمرکی می گرفت، 10 شاهی به دولت نمیداد و مالیات مطلق نمیداد و کسروی میگوید که وقتی من رو برای پاکسازی دادگستری فرستادن و میخوام درود بفرستم من به این مرد بزرگ که نظیرش به شرافت و امانت و ایران دوستی بسیار بسیار اندک بوده، میگوید من مجرفتن دیدم قانون این گونه است که کسی که میخواد برود به عربستان بایستی برود بغداد و برود پاسپورتش رو سفیر انگلیس در بغداد مهر بکند تا بتواند وارد شوشتر بشود، یعنی اون منطقه رو جزء ایران هم به حساب نمیبردن، و بعد حتما بایستی برود پیش خزعل و اولین سوالی که خزعل از این مأمور دولت میکند این است که دولت به شما حقوق کافی میدهد، و اونا میگن چه عرض کنیم قربان، نه والا اینها، و بلا فاصله دستور میده که عرض کنم این پاکتی پر اسکناس بدن به آقا، اون میشد که میشد نوکر خزعل و میگوید به جز شوشتر و دسفول همه این خوزستان در دست خزعله، اینجا هم کارگزاران خزعل هستن که کنترل دارن به خاطر قدرت خزعل، و نام میبره این مرد بزرگ که چه کسانی کشته شدن چون آمدن اونجا که یک دادگستری عادلی رو اونجا راه اندازی کنن، و قدرت حضرت تا این حد بزرگ بوده میتوانسته در هر لحظه 25,000 نفر سوار عرض میکنم که حاضر کنن. خب تا اینجا که سوالی هست بفرمایید. نه این نتیجه گیری کنیم که وقتی که رضا شاه به قدرت رسیده بسیاری از نقاط ایران دست یک گروه هایی بوده که همه یا مستقل بودن یا باج می گرفتن یا راهزن بودن یا هرچی، ولی مهمترینش در جنوب ایران منطقه زرخیز ایران در دست خزعل بوده. البته. و انگلیس ها پشتیبان خزعل بودن و اون اونجا حکومت می کرده، بنابراین مهمترین کاری رو که برای نجات ایران باید رضا شاه انجام می داده بر کناری خزعل بوده. بله. کار بسیار مهم بسیار مشکل بوده بسیار مشکل بوده بله بله و... خاصه که مجلس
خواسته که بسیار از مجلسیان به خصوص اون گروه اقلیتش پشتیبانی میکردن، مرتب نامنگاری بود با اون، مرتب نامنگاری بود بین خزعل و احمدشاه و علنن میگفت ما باید رضا شاه رو از قدرت برکنار بکنیم چون همه قوانین رو زیر پا گذاشته و ما توان اون رو داریم. احمدشاه رو چندین بار دعوت کرد که بیا اینجا و من قدم به قدم داستان رو خدمتتون خواهم گفت که چگونه شد که رضا شاه به خوزستان رفت. خب این سفر معروف رضا شاه که چگونه این مرد با قدرت رو که منطقه زرخیز ایران رو گرفته و نشسته و حکومت غربی هم پشتیبانشن، رضا شاه تونست که نجات بده؟ بله بله، خدمت شما عرض میکنم که وقتی که مشروطه شد دریافتن که ایرانیا قادر به تولید یک ساختار اقتصادی برای مملکت نیستن که بتواند این بودجه رو بالانس بکنه، معروف یعنی خرج و دفع بکنه، این است که اول مورگان شوستر رو آوردن. مورگان شوستر مرد بسیار بزرگی بود، ایران رو هم بسیار دوست داشت، اما روس‌ها اولتیماتوم دادن، خوششون نیومد و تا قزوین هم آمدن که اگر شوستر رو بیرون کنید، گویا عزیزان مگذارید که مهمان برود، عارف ننگ اون خانه که مهمان ز سر خان برود. یعنی میفهمید که روسیه تکلیف معلوم میکنه؟ بله 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 بله، که شما کسی رو استخدام بکنید یا نکنید. بله، شوستر آمده بود و چه خوب داشت اقتصاد مملکت راه میبرد و چه خوب در واقع با دقت نظر مردم رو امیدوار کرده بود، حقوقا پرداخت میشد، مشکل نبود. و بعد یک ماموری میفرسته آذربایجان و اونجا یه انگلیسی هم و همراهش بوده، اونجا روسا عصبانی شدن، اولتیماتوم دادن. یکی از در واقع قضایای تراژیک مشروطه است متاسفانه که شما یا شوستر رو بیرون میکنید یا ما حمله میکنیم تا قزوین میان و اولتیماتوم دادن که تهران هم میان میگیریم، طوری که بچه های 10 ساله تهران اسلحه گرفتن و رزمندگان تبریز گفتن ما تبریز رو میذاریم میرویم کمک تهران، تهرانی ها. میخوام عرض کنم آقای کاردان، وقتی که امید برای آزادی هست، وقتی که فضا در واقع متعلق به ملته و هر کسی میتونه نفس بکشه، وقتی که شما فکر میکنید مسئولیت ملی دارید، هر بچه مثل شیر میشه. اما وقتی که مسئولیت ها رو از ملت بگیری، ملت از صحنه سیاست بیرون بکنی، خفقان و توسری و تحقیر ملت بیاری، اصلا داستان ناسیونالیسم و اینا یواش یواش فراموش میکنه، شخص میره دنبال کارهای حقیر، پول جمع کنه، پوز بده، این نهایت کارشه. همین وضعیتی که الان هست، همین که الان هست در مشروطه یک فضای ناسیونالیستی فوق العاده بوده. زنها اسلحه بستن، رفتن در مجلس که اگر شوهرهای ما که در این مجلس ملی هستن زیر بار اولتیماتوم روسا بروند ما جنگ میکنیم. خانم ها فقط آمده بودن و مجلس رأی نمیداد، زیر بار اولتیماتوم نمیرفت، مونده بودن چه بکنن. بعد از سیاستمداران کارکشته گفتن آقا اگر روسا بیان ما تهران بگیرن ما چه بکنیم. این است که آمدن یه طرحی ریختن، یبرام خان کودتا کرد، مجلس رو بست، دولت کودتا رو در واقع اولتیماتوم رو قبول کرد و شوستر رو از ایران بیرون کرد. و بعد دکتر میلسبر رو آوردن از آمریکا و وقتی حساب کتاب رو رسید دید که آقا یک آدم به این ثروتمندی هی نام خزعل رو میشنید و اینها که این مالیاتش بچه رو نیست، دفتر مالیاتش کو، داستانش کو، اینها موضوع خزعل مطرح شد. خزعل اما عزیز دل انگلیس ها بود، به او قولها داده بودن یک بار سال 1903 یک بار سال 1914 از سوی پادشاه انگلیس نوشته آوردن، لقب سر به او دادن که شما اینجا دوست رفیق ما هستید، لقب سر هم خدمتتون باشه و ما ضمانت میکنیم اگر کسی بخواهد مزاحم شما بشود نیروی
دریای انگلیس و نیروی زمینی انگلیس که در هند مستقر هست رو در خدا از شما سیانت رو. این آقا دیگه به هیچ وجه من الوجود دولت ایران رو اصلا به حساب نمی آورد، به حساب نمی آورد، تا ما می رسیم به قضیه مالیات ها و مجلس هم مرتب ایراد می گرفت که این چه وضعی است، این آقا چه میکنه، مالیات چرا نمیده و اینها، و رضا شاه رفته بود به اندیشه خزعل. اون سال، سال 1323 در واقع سخت ترین سالها بوده برای رضا شاه، چون تر تن جبهه. اینجا یکی از اینها موضوع جمهوریته که من میرسیم به مطلبی که برم. مقصود رضا شاه این نبود که یک جمهوری مثل آمریکا برقرار بکنن. مجلس و نهادهای مشروطه جلوش ایستادن، ایستادن جلوش، روشنفکرها ایستادن و گفتن نمیشود که این یادگار آزادگان و در واقع کشته شدگان راه آزادی که این قانون اساسی ما بندازیم دور و جمهوری شما رو چیز کنیم. و شلوغ شد جلوی مجلس، بسیار زیاد مردم جمع شدن، سنگ و کلوخ پرت کردن، حتی دو سه تا سنگ هم به رضا شاه خورد. درگیری شد بین رضا شاه و مؤتمن الملک، گفت شما اینجا چه میکنی؟ گفت من مسئول امنیتم. گفت شما مسئول امنیت مجلس نیستی، من الان شما رو خلع میکنم. اینقدر داستان شدید شد، میگوید مؤتمن الملک رئیس مجلس زنگ رو زد که استیضاح کنه رضا شاه رو. بعد دولت آبادی مینویسد رضا شاه خیلی خشمگین شد، از پشت حرکتی کرد که من فکر کردم ممکن اتفاقی بیفته، دستشون گرفتم در گوشم گفتم به صلاح شما نیست، به صلاح شما نیست، و بعد اومدن آشتی کردن. بنابراین موضوع جمهوری این نبود که جمهوری دموکراتیک باشد، این بود که قدرت در دست ایشون باشه. نهادهای مشروطه که ایستادن و آخونده ایستادن جلوشون، اشعار گفته شد، یادتون از اشعار میرزاده عشقی و اینها. بله این است که ایشون هم عقب نشینی کرد، و وقتی عقب نشینی کرد قم رفت. قم رفت از اونجا، عرض میکنم که دل علما رو بیار، استمارت کرد از آخوندها اینها که فراموش کنن داستان جمهوری رو. بنابراین در این دوره مسئله جمهوری هم بود، این داستان خزعل هم اضافه شد، موضوع احمدشاه هم هر روز مطرح میشد. مرتب مرحوم مدرس که از بزرگان رجال مملکت ما بوده و از یک از رجال بین المللی مملکت ما بوده، علی رغم این ابا و عمامه که داشت، مطلقاً و ابداً این مرد به دین نیاویخت، مطلقاً و ابداً. مرحوم ملک‌شاه بهار میگوید که بسیاری کوشیدند که از این سلاح کهنه در کار سیاست استفاده کنند، اما مرحوم مدرس که خود رو یک سیاستمدار بین المللی میدید، ننگ داشت که به دین بیاویزد و تکفیر بکند و تفسیق بکند. مرد سیاسی بود، تراز اول بود، آزادی خواه بود، فقط جاه طلب بود، خیلی دوست داشت مورد مشورت شاهان و بزرگان باشه، و اما با رضا شاه مخالفت داشت. میگو من بوق حمامم، تو حتما بوق میزدن. بله. که موقع مرده تمام شد، زن و مرده، گفت من بوق حمامم، تو مجلس هست، مدرس هم هست، حالا اگر که میخواین تنفسی بگید بریم با هم دیگه به پیام های ویژه این برنامه نگاه بکنیم و بر میگردیم صحبتمونو با آقای مشیری ادامه میدیم که ببینیم بالاخره رضا شاه چگونه این مرد قدرتمندی که جنوب ثروتمند ایران رو در دست خودش گرفته بود، رضا شاه بزرگ، تونست او رو که نوعی به کنارش بگذاره که تمام قسمت های ایران استقلال عمومی پیدا بکنه و ایران بشه ایران امروز. میریم و برمیگردیم. رو دنبال میکنم، تکسای متعددی داشتم راجع به مطالبی رو که آقای مشیری گفتن و نظریاتی. یک نفر برای من یک تکس فرستاده که خیلی جالب بود، گفت آقای کاردان، البته بیشتر نظرشون آقای مشیری بود، شما پنجره رو رو به ما باز میکنید که خودمون رو بهتر بشناسیم. ببینید اگر بخوایم خودمون رو بهتر بشناسیم، باید تاریخمون رو بشناسیم، مذهبمون رو بشناسیم، فرهنگمون رو بشناسیم، بی خودی کورکورانه دنبال همه چیز نریم و یک هدف بزرگ داشته باشیم، که من خیال میکنم هدف آقای مشیری هم هست.
مملکت رو از دست این حکومت به نوعی با آگاهی مردم نجات بدیم. درست میگم آقای؟ بله بله، تنها راش آگاهیه. واقعا آگاهی یعنی که تا کی آخه ما باید بشینیم و دل خوش کنیم که لس آنجلس تایمز یک عکس عروسی جوونا رو گذاشته و جوونا توی با دهنکجی حکومت یک عروسی غربی را انداختن. ای وای، ما حکومت‌های غربی آقای مشیری دلشون برای ما نمی‌سوزه. مطلقا. یک خانم سیاستمدار درجه یک اروپایی میخواد بره ایران، زیر بار حجاب میره. بله. خب آخه مرد همه خانم وقتی که میره به عربستان سعودی با لباس معمولیش میره. بله. که مرکز اسلامه، خانه خدا اونجاست، ولی اینجا بهش میگن اگر تو بیاد، و این زیر بار میره، یک کلمه بر نمیگرده، میگه به شما چه مربوطه، من آمدم مذاکره کنم در مورد فلان موضوع، به شما چه مربوطه که من با لباسم باش. ولی غربی ها هم جلوی این جا زدن. چرا همین غربی ها کره شمالی رو جلویش ایستادن ولی در مقابل جمهوری اسلامی جا زدن؟ چرا؟ جمهوری اسلامی نفت داره، پول داره و هزار چیز دیگه داره. بله. و داره باشون هم بازی میکنه، ببخشید توهین هم بهشون میکنه. بله. خب؟ ولی وایستادن. ببخشید بحث رو ادامه میدیم و شاید بیشتر از وجود آقای مشیری عزیز مهندس گرامی استفاده کنیم در برنامه همون. حالا بعد باهاتون صحبت میکنم. خب بفرمایید. بله. که خزعل رو چگونه بیرون کرد؟ بله، داستان خیلی پیچیده است، بعضی جاها رو ما نمیتوانیم قطع بکنیم. اگه قطع کنیم داستان رو خواهش میکنم. خدمتتون عرض میکنم که رضا شاه زمزمه این رو انداخت که خزعل رو بایستی نابود کرد، بعد از بین برد. شیخ خزعل آمد در یک کار خیلی جسارت‌آمیزی تلگراف مفصلی فرستاد که این مرد یعنی رضا شاه داره به مملکت خیانت میکنه، قوانین رو زیر پا گذاشته، چین و چنان کرده، مشروطه از بین رفته، ما حاضریم همه قوا رو بسیج کنیم و این مرد رو بیرون کنیم و چین و چنان کنیم. و دست مجلسیان رسید، آمدن در جلسه علنی مجلس شورای ملی آمدن و این خوندن و بعد بردن به رضا شاه هم نشون دادن. گرمز رضا شاه نبود در روزگار، حضرت اشرف چیزش بودن، نخست وزیر. نخست وزیر بود. یه چیزی گفته است اینجا، میگوید که اینها خیال میکنن من امیر کبیرم که دستم رو دراز بکنم و بگویم این رگ من شما بزنید، من رگ اینها رو من میزنم. براو. بله، اینجا این عرض کنم که همه کسانی که تاریخ نوشتن این نقل قول رو از رضا شاه آوردن و بسیار خشمگین شد و بسیار عصبانی شد. در این بینابین احمد شاه آمد و رضا شاه رو برکنار کرد. از خارج، در فرانسه بود. از فرانسه بود. بله، نوشت که یک شخص لایقی رو عرض کنم که به جای ایشان نخست وزیر کنید. آمدن به مصطفی پیشنهاد کردن، مصطفی قبول نکرد، مشیر دوله قبول نکرد، هیچ کس حاضر نشد که قبول کنه و مجلس ملی هم پشت سر رضا شاه ایستاد و به خزعل هم یک جواب دندون شکنی دادن، گفتن ما شما رو یاغی خواهیم شناخت با این صحبتی که کردی. وقتی که یک شخصی مورد تایید مجلس شورای ملی هست، همه مردم ایران بایستی اون رو بپذیرند چون وجودش قانونی است. این فعل انفعالات هم میشد. بنابراین رضا شاه آمد و گفت که من بایستی برم خزعل رو برکنار کنم، چین و چنان کنم. وحشت انگلیس ها از این بود که رضا شاه لشکرکشی بکنه اونجا و اونها مقاومت بکنن و در این گیرودار صدماتی به تأسیسات نفت، خب تأسیسات نفت بسیار بسیار خطرناکه، کافی شما یه گوشهشو منفجر کنین، همه پالایشگاه، بزرگترین پالایشگاه جهان در آبادان بود، منفجر بشه و یه خسارت بسیار بسیار زیادی وارد بشه. اینها به نماینده خودشون یعنی به فرمانده کل قوای انگلستان در هندوستان دستور دادن که آماده باشید که اگر رضا شاه لشکر کشید در اونجا ما قوا بفرستیم و از خزعل پشتیبانی کنیم. در اینجا
پادرمیانی سر پرسی لوران کار خیلی مهمی انجام داد. این کتابی که دست من هست به نام پروفشنال دیپلمات، داستان زندگی سر پرسی لوران هست و کتابی است که مهمترین کتاب در باب خزعل این کتابه، چون سر پرسی لوران شاهد مذاکرات خزعل و رضا شاه شد. دو نوبت رضا شاه با خزعل روبرو شد. حالا عرض میکنم چگونه لوران در اولی نبود اما در دومی بود. باری سر پرسی لوران گفت آقا شما به من اجازه بدین برم با خزعل صحبت کنم. سر پرسی لوران رفته به خزعل گفته که آقا ما میخواهیم که شما معذرت خواهی بکنی و کتبن معذرت خواهی کنی و بفرستی خدمت رضا شاه و مجلسی معذرت خواهی تو و در ضمن متضمن این بشه که مالیاتاتو پرداخت کنی. اینم برداشته و نامه نوشته و عذرخواهی کرده در این پادرمیانی که در این کتاب آمده و اما هیچ کاری نمی کرد. قول می داد ولی هیچ خبری نبود. بنابراین آقای لوران عرض بکنم که ابتدای کار خیلی خوشحال بود که رفته دیپلماسیش گرفته و خوب شده و غزل هم اونجا خواهد بود و مالیاتش هم خواهد داد، بنابراین سپاهی از ایران نمیره و تأسیسات نفتی صدمه نمیخوره از این حرفا. گفت من میخوام برم ازدواج کنم، یک کسی دیگری رو جای خودم میگذارم. و آقای سر پرسی لوران ناپدید شد، رفت انگلستان و یک کسی دیگری جای خودش گذاشت. در این میان است که رضا شاه نقشه میکشد که برود و با نیروی نظامی اونجا روبرو بشه با خزعل و کسانی که در اینجا نقش دارن باز دوباره یکیش سرهنگ فضل الله زاهدی بود که بعد شد سپه ابو زاهدی معروف، یکی عرض میکنم که سرتیپ امیر احمدی بود و جهانبانی بود، اینا جنرالاش بودن که دستور داد که مثلا 1000 نفر رو ببرن به کوه گیلویه، چه تعداد در کجا که از سه طرف خزعل رو محاصره بکنن. بله. و سپاه رو آماده کرد و ناگهان بدون اینکه خبری به کسی بدهد یا دولت انگلیس رو چیز کند، یک مطلبی هم گفتی که خیلی جالبه، میگوید مشکل نادرشاه و آقا محمد خان قاجار این بود که گفتند فردا میخوان چه بکنن و این باعث قتل هر دو تن شد. درست گفتن، به خاطر که نادرشاه شبی که نشسته بود بعد از کور کردن رضا قلی میرزا و اون جنایت غریبی که در حق پسرش کرد دیوانه شده بود. شام خورد، وقتی نادرشاه شام میخورد، نشسته شام میخورد، سردارش ایستاده در خدمتش بودن و دستورات زدن، گفت فردا تیز کنید آلات شکنجه رو که کشتاری عظیم داریم. یعنی فردا تصمیم گرفته بود خیلی سر ببره. و گفت، وقتی گفت شب اون موسابیک و قوشبیک و اینا که افشار بودن و نگهبانان سراپرده سلطانی بودن ریختن نادرشاه رو کشتن. آقا محمد خانم بله همینطور اون دو نفر رو گرفت انداخت توی چیز، گفت اینا رو نگردن چون شب کسی رو نمی کشتن، صبح سر اینا رو ببریم. اونا هم ریختنش کشتن. رضا شو گفته من اشتباه نمی کنم و هرگز نمی گرم و راست می گرم. اگرم تصمیم می گرفت که علیه کسی اقنامی بکند ممکن بود 5 سال 6 سال نقشه بکشه اما هیچ کس نمی فهمید که اون چه فکری یه داره واقعا. خب سیاست مدار بود. سیاست مدار هم بوده فقط. بله از کردم اشتراکار بسیار باهوش بوده. باطن همین همه رو عقب نشان، سیاست مدار بزرگ رو عقب نشان. مثلا یکی از مخالفین بزرگش که سیاست مدار تراز اول بود مرحوم قوام سلطنه بود. قوام سلطنه حتی مشهور است که 2 نفر دیده بود که رضاشو رو بکشن. اما رضاشو کاری کرد، گفت من چه انجام نمیدم مگر قوام تبعید بشه. قوام رو تبعید کردن از کشور. بنابراین همه مخالفین رو سرکوب کرد و به قدرت رسید. و اگه هوشیار نبود که میسر نبود. باری سپاه رو برداشته ایشون رو حرکت کرده به طرف اصفهان. اصفهان از اصفهان به شیراز و این آقای مکدونالد که حالا تازه انتخاب شده بود عصبانی شده و خشمگین شده و گفته ما باید سپاه بره بفرستیم. این مرد چگونه جرأت کرده که سپاه برداره بره به طرف خزعل؟ به طرف خزعل
چنین و چنان و این دو تلگراف به رضا شاه خزعل برمی‌داره، دو تلگراف میفرسته، یکی مستقیم به رضا شاه که آقا ما اشتباه کردیم باز معذرت خواهی میکنیم، یکیش رو میفرسته به سفیر انگلیس در بوشهر و از اونجا به رضا شاه میفرسته. رضا شاه که البته این نوشته هایی که هست که سفر خوزستان هست به قلم امیر دبیر اعظم بهرامیه بس. چون رضا شاه نویسندگی نمیکنه، میگوید این نامه شما از غرایب خالی نبود. به انگلیسی میگه، میگه من نشنیدم که در کشوری یکی از اتباع اون کشور نامی بخواد بنویسه به نخست وزیر مملکت از طریق انگلیس اون نامه بری، واسه به من مستقیم همون یکی کافی بود. در حقیقت به اینا گفته فضولی نکنید، در کار ما فضولی نکنید و به طرف خوزستان حرکت کرده. آقای سر پرسی لوران میشنوه و تعجب میکنه و حرکت میکنه. اون زمان خیلی طول میکشید یه کسی بخواد که از انگلیس بیاد برسه خودش به بغداد به اون بدبختی و گرفتاری ها که بوده اینها. خلاصه حرکت میکنه میاد، آقای سر پرسی لوران خودشو میرسونه و باز نامه میده به رضا شاه که بله شما بیایید، خودتون تنها بیایید، سپاهتون رو عقب بکشید. ولی رضا شاه میگه باشه. اون نقشه مهمی که رضا شاه عملی کرده اینجاست که قول داد سپاه بره اما فرصت به انگلیس ها نداد که نیرو بفرستن، سپاه رو نفرستاد، سپاه رو همراه خودش آورد. اینجاست که خیلی هوشیاری به خرج داده در این نکته است که سپاه بر نگردون. و بعد از صحبت های بسیار اینها گفتن خزعل حاضر بیاد خدمت شما و هر کار شما میخواد بکنه و خواهش میکنین داستان به کار جنگ نکشه و اینها. میگه باشه، در حالی که از سه سو سپاه آماده کرده بود. و رضا شاه میگه بسیار خوب، حالا که چنین شد، البته من خیلی داستان رو کوتاه کردم چون خیلی حواشی زیاد داره این داستان. میگوید من به دیدن خزعل میروم در و یک کاخی، لطفا خوزستان رو اگه نشون بدید، لطفا هموطن ما خوزستان رو ببینن. بله رفت و اگر اجازه بدین من اینجا از زبان خود رضا شاه بخوانم. اولین برخورد این دو تن هست. بله میگوید که لورن، یعنی سر پرسی لورن، لورن در 11 آذر به انگلستان گزارش کرد که رضا خان در وضعی است که میتواند به سهولت محمره، خرمشهر رو میگفتن محمره، بله، و تصرف کند. بدین جهت کوشش کرد که شیخ را برای پیشواز رضاخان به اهواز بفرستد. قصد لورن این بود که به هر ترتیب شده خود را به اهواز برساند و در مذاکرات شیخ و رضاخان حضور داشته باشد. او روز 14 آذر به اتفاق همسرش عازم اهواز شد. رضاخان وارد اهواز شد. اول اجازه من توضیح بدم که اون موقع رضا شاه نخست وزیر بوده. بله رضا خان میگفتن. هنوز شاه نبوده. نه خیلی خودش. من یک بار یکی از دوستان مراجع به تاریخ صحبت میکرد و کلمه رضا خان رو که به کار برده بود و بعد یه نفر زنگ زد که ایشون رضا شاه بوده. گفتم هنوز ایشون رضا شاه نشده بوده. بله درست. بعدم خان حرفم چی بود؟ خودش هم امضا میکرد رضا. رضا بله. بعدم خان بسیار مقام والایی است در ایران. بله من توضیح میدم برای که حتما این تلفن‌های خواهم داشت. بله رضا خان وارد اهواز شد و به سمت اقامتگاه شیخ خزعل که صدها عرب مسلح ببخشید از آن حفاظت میکردن به راه افتاد. وارد خانه شد و شیخ را احضار کرد. او در کتاب خاطرات خوزستان صحنه برخوردش را با شیخ چنین وصف میکند، میگوید که نقل قول از کتاب خاطرات خوزستان: موقعی که در ایوان جنوبی قدم میزدم وارد شد، فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کرده استمالت کردم، مجالی برای اسقای گفتار او نداشتم. اسقای نشنیدم نداشتم. گفتم برو مطمئن باش که در صدد افنای تو نیستم. افنا یعنی از فنا، یعنی کشتم نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد نه جای دیگر، زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند. پس اگر بعدها رویه سابق را ادامه بدهی تنها مجازات تو اعدام است. برو.
پس از تسلیم شیخ خزر وزیر مختار انگلیس، پرسی رولند گزارش مفصلی به لندن داد و در آن نوشت همواره باید در نظر داشت که تهران معیار نهایی روابط ما با ایران است. یعنی چی؟ یعنی که ما حالا که یه مرد قدرتمند رسیده و تا اینجا رسیم که بستی با او در واقع باشیم، با او مناسبات باشیم، نه با یک شیخی که گوشه ایستاده و مالیات هم نمیده و بساط یاغیگری. اینجا در واقع فرش رو از زیر پای شیخ کشیدن. در واقع این چه چیزی رو ثابت میکنه؟ و اون ثابت میکنه که بین دولت ها هیچ رفاقتی عاطفی نیست. اون چه هست منافع. درسته. اون چه هست منافع مطلقاً و ابداً. وقتی که شاه ایران رو ترک کرد، اولین کشوری که گفت آقا ما جا نداریم برایشون بیاد، انگلیس ها بودن. بله انگلیس ها بودن. گفتن آقا ما نمیتونیم. هم رضا شاه مریض. بله. اونا هنوز نرفته بود به در واقع کروزینگ نیست، به قول altitude به قول اینجا. حالا میگوید که همواره باید در نظر داشت که تهران معیار نهایی روابط ما با ایران است. یک پارچگی امپراتوری ایران و یک حکومت مقتدر از لحاظ منافع کلی به مراتب مهمتر از قدرت محلی هر یک از سرسپردگان خاص ما میباشد. فکر میکنم که منافع بریتانیا ایجاب میکند که با رضاخان متحد شویم و بسیار ناشیانه باشد که بر مبنای یک توافق موقتی با شیخ خزر به رضاخان ضربه بزنیم. بله میگوید که وقتی که لورن به اهواز رسید، دیدار رضاخان به شیخ صورت گرفته بود. حالا لورن میخواهد که یک دیداری دیگری باشد. رضا شاه میگوید که یا رضا خان اون روزگار که به شرطی که خبرش در جای منتشر نشه، یه خانه رو در نظر میگیرن، خانومش هم میاد، خانوم لورن میاد و در حضور چیز میگوید که من چنین میکنم، من رعیت این مملکت هستم و خیلی با خاری و زاری چیز میکنه که شیخ خزر. بله. و اینجا یک اشتباه عمده لورن میکنه. لورن رضا شاه میگوید که ما سپاه رو اینجا میگذاریم و 6 ماه دیگه سپاه رو بر میداریم که انگلیس ها نیرو نفرستن. شاید اگر میگو ما سپاه میذاریم و اونجا ناشیانه عمل میکرد، ممکن بود انگلیس ها سپاه میفرستادن، خوزستان هم جدا میشد. اینی که عرض میکنم مهمترین کار رضا شاه کار خوزستان بوده و اما به نظر نمیاد. خیلی خیلی مهم بوده اونجا که میگوید ما میریم. و بعد عرض کنم که سپاه رو گذاشتن، برای هر منطقه یک افسر معلوم کردن، فضل‌الله ظاهری رو که اون زمان سرهنگ بود فرمانده کل منطقه داشتن، به جاهای دیگر هم افسران خیلی رشید گذاشتن. و عرض میکنم که رضا شاه برمیگرده به تهران. آقای پرسی لورن هم و انگلیس هم خوشحال شدن که تأسیسات نفتی صدمه ندید. اما شیخ خزر امروز فردا میکرد و نمیرفت به تهران. این است که رضا شاه دستور میدهد به سپه بود فضل‌الله زاهدی اون زمان سرهنگ که این خزعل رو دستگیر میکنی و میاری. ایشون یک کشتی داشت که شب در شراب میخوردن و خوشی و خنکا سلطنت میکرد. بله یک کاخ خیلی بزرگی هم داشت در کنار رود و بساط ترتیب میدن زاهدی میره مهمانش میشه، نصف شب میریزن و خزعل رو دستگیر میکنن و خزعل رو میآورن به تهران و یک سری میبرن پیش رضا شاه. رضا شاه باش صحبت میکنه، خشونت هم نمیکنه، یک منزلی رو که نزدیک سراح جاله یا چهارراه جاله است براش در نظر میگیرن، نگهبان میگذاره. آقای لورن میاد و یکی از کارگزاران سفارت رو میفرسته، راه نمیدن. بعد میاد یکی از بلند پایگان سفارت رو میفرسته، راه نمیدن. و یک کسی میزن پیش رضا شاه، خشونت میکنه و بسیار بد و بیرا گفته است به انگلیسا که به آقای لورن بسیار بر میخوره. میگه دیگه کار ما تمام شد، دیگه من تحمل نمیکنم. در این کتاب میگه من تحمل نمیکنم، فحشای رکیک داد به ما انگلیسا چنین و چنان، فقط یک معذرت چیز میکند که من ببخشم. اینها رضا شام دید که اینا خیلی عصبانی شدن. فرداش یک مهمانی بود، یک جلسه مهمانی بود در سفارت انگلیس. میگوید وقتی آمد لبخند بر لب داشت و آمد و معذرت خواهی کرد و کار به خوبی تمام شد.
خزعل رضا شاه میگوید به خوشی داره اینجا زندگی میکنه و خوبه اینا. حصر خانگیش کرده. حصر خانگی بله. یک روز میگوید من چشمام، یکی از مآخذ مهم برای شناخت خلقیات رضا شاه خاطرات بهبودی است. بله. 24 ساعت اونجا بوده. میگوید که من چشمام نابینا شده، دیگه نمیبینم، اگه اجازه بدین به من اجازه بدین برم خارج. صدا میکنه تیمورتاش رو، میگوید که چشمای منم که نورش کم شده، بهترین پزشکی که میسر است از خارج بیارید، هم چشمای این غزل رو کنن هم چشمای ما رو بیارن. اجازه نداد که غزل برید. و انگلیسی ها یه خیانت بزرگی در حق غزل کردن. وقتی ما نگاه میکنیم به لحاظ انسانی، گفت اجازه بدید من فرار کنم، گفتن نه. گفت اجازه بدید از خودم دفاع کنم، گفتن نه. این است که این خیانت بزرگ رو در حق اون شیخ کردن، ضمن همه بدی هایی که این شیخ داشت. این خیلی مهم است که باز عرض میکنم که وقتی که سر به زنگا میرسه و منافع مطرح هست، دیگه هیچ انسانیتی مطرح نیست. با رفتن شیخ در کتاب ها عربستان تبدیل شد به خوزستان، که هنوز خوزستانه، و قوای ایرانی هم هرگز خوزستان رو تجهیز نکرد، ترک نکرد. و پرسیدن هم گفت میره سر ما کلا گذاشت، گفت نیروشو میبره، در حالی که نیروها رو اونجا نگه داشت. و محمر هم تبدیل شد به خرمشهر. این بود به کوتاهی، خیلی مفصل تر از این است، به کوتاهی داستان عرض کنم که در آن روزگار خیلی 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 راحت بود که خوزستان رو جدا کنن، جز عراق بکنن. حتی میخواستن خزعل رو پادشاه عراق بکنن و منطقه کناری. خیلی راحت بود، یه گردان انگلیس میفرستادن، خوزستان رو جدا میکردن، جزء خاک عراق میکردن، یه شیخی هم میذاشتن اونجا که همون که همین کار رو کردن تو منطقه. بنابراین این خیلی حساس بوده و این خیلی 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 کار مهمه بوده. من از صحبتتون نتیجه گیری میکنم که همیشه فکر میکردن که رضا شاه یک افسر بزرگی بوده، یک سرباز بوده به اون معنا برای فتوحاتی که داشته، ولی در مجموعی که شما الان فرمودین اصلا سیاست و پلیتیک به قول بچه ها به کار برده. بله بله. یعنی با بله یک بله. سیاست، یعنی یک سیاست مدار درجه یک بوده توی این قضیه که بله شما در گفتید. در این قضیه که خیلی 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 چرب دستی به خرج داده. این نویسنده کتابم گفته است که با این که لوران لقب سر داشت و با این که آدم سیاسی تراز اولی بود، اما رضا شاه در میدان سیاست اون رو شکست داد. و این خیلی مهم بوده. اگر که یک خشونت بیمورد میکرد یا لشکرکشی میکرد یا یک جای تیر و تفنگی میشد، کسی کشته میشد، که انگلیس ها بعد نیرو پیاده میکردن و اینا، خیلی راحت خوزستان جدا میشد. هم جدا میشد، هم تأسیسات نفتی، هم تأسیسات نفتی از دست میده. بله. این بود داستان خزر، خیلی خیلی کوتاه. خب یکی از کارهای رضا شاه بوده و به هر حال ممنونیم از شما. خواهش میکنم. خب اولا از حضورتون استفاده بکنم که این اون چرا که به عنوان روحانیت ما به ارث بردیم که در بله. تمام طول تاریخمون، یعنی ما قبل از اسلام زیاد نمیدونیم که چگونه بوده، بله. ولی از بعد از اون میبینیم که تقریبا روحانیت حکومت میکرده، یعنی خرافات حرف اول رو میزده، بله. پادشاهی مثل ناصرالدین شاه خرافات برش مطرح بوده، بله. امروز خیال میکنم در تاریخ ایران از نظر خرافات مذهبی بی نظیره، بله. یعنی اون چرا که شاید یک موقع یک آخوندی در یک مجلسی یا در روزهی راجع به جن صحبت میکرد و مردم هم یا گوش میکردن یا قبول میکردن، امروز جلو دوربین تلویزیون بله. داره راجع به جن صحبت میکرد، بله. همینطور. امروز یک آخوندی میاد و میگه که زمانی که محمد ابن عبدالله پیغمبر متولد شد، در همون زمان خداوند برای خمینی تصمیم گرفت که ظهور کنه. اصلا ببینید یه چیزایی داریم میشنویم که یک لغت عامیانه به کار میبرن، میگن مرغ پخته میخنده و اینا، بله. تقریبا میشه در بله. همین مورد به کار، بله. شاید در طول تاریخ ایران
به قدری که در این 37-8 ساله مردم به این مذهبشون نفرین کردن و نفرت پیدا کردن در طول تاریخ اصلا اسلام اینقدر این وقایع اتفاق نیفتاد. اینا بزرگترین دشمنان دین همینا بودن. بله. یعنی در واقع من که دوباره عرض کردم کسانی که دین دارن و بین دینشون علاقمند هستن دین رو واسه از دست آخوندان نجات بدن. بله. اینا به نام دین سر بریدن، تجاوز کردن، کشور رو خراب کردن. عرض میکنم که در هیچ دوره‌ای این ادبار و این بدبختی سابقه نداره، در هیچ دوره‌ای ما ندیدیم که این جنایاتی از این نوع توسط این انجام میشه، ما در هیچ دوره سراغ نداریم. بودن جنگ ها، تیمورلنگ بود، مغول ها بودن، اما وقتی جنگ تمام میشد اینها میگفتن آقا شما دیگه کشت و کشتار برای چی؟ به مغول ها، مغول های جرار گفتن که بله درست میگن آقا بریم استمالت کنین، از دانشمندان رو جمع کردن، سرمایه برای گسترش علم گذاشتن، سرمایه برای تحصیل چیزهای فضایی و نجوم گذاشتن، دانشمندان رو پذیرا شدن، الیت رو احترام کردن مغول‌ها، یه آدم مثل جوینی‌ها، حاجی رشیدالدین فضل‌الله، حاجی نصیر طوسی، اینا مغول‌ها به اینا حقوق میدادن، به اینا زیر پر خودشون، اینا دشمن الیت هستن، دشمن دانایی و دانایان هستن و دشمن روشنفکری هستن و این مایه خرافات و جهل که اینا 24 ساعت دارن تولید میکنن اصلا حساب کتاب نداره. متاسفانه. خب یه دونه ایمیل داشتم که یک نفر پرسیده بود که آیا رضا شاه یک آدم مذهبی بوده یا نه، و آیا زمان رضا شاه آخوندها قدرت داشتن یا نه. رضا شاه آدمی بوده مطلقاً سکولار، مطلقاً سکولار، ابداً به آخوند اعتقادی نداشته، مطلقاً احترامی برای آخوند قائل نبوده، چون آدم ها رو بیار مفتخور میدانست. ببینید بعض وقتا یه جهالت های هست گفته میشه و اینا که اینا کارهای سیاسی بوده. مثلا در یک شام غریبان بعد از موضوع جمهوری که به شکست مواجه شد، برای اینکه دل آخوندها رو به دست بیاره یک شام غریبان گرفتن که رضا شاه هم شرکت کرده بود، شمع به دستش بود و اینها. اما وقتی که پادشاه شد مطلقاً قدغن کرد. هنوز در مراغه که من بودم رسم یه دی میرن تو کوه سینی سینی میزنن قمه. گفتن زمان رضا شاه تانک گذاشتن اینجا که هر که قمه بزنه ما میبندیمش به رگبار. این مسخره بازی ها چیه و اینها. یه عده رفتن تو کوها قمه زدن، مانده هنوز سنت شده، یه عده میرن تو کوه. یعنی این کارها رو قدغن کرد و این خرافات رو قدغن کرد. بسیار بسیار با این داستان ها مخالفت داشته و خیلی در واقع به سختگیر بود. این داستانش مشهور است که یکی از آخوندهای معروف آمده بود و اون لباس مدرن رو پوشیده بود و اون کلاه هم گذاشته بود و اینا. گفت هان شیخ امامت کو، عباد کو. گفت قربان دیگه شما فرمودین گذاشتیم کنار. گفته بود است نه نگذاشتی کنار، قایم کردی توی یخدونت اونجا که من برم دوباره تنت کنی به مردم فریب بدی. بنابراین رضا شاه آدم مذهبی نبود. دیده نشد که نماز بخونه، دیده نشد که نمیدونم پاشه بره مکه. اونجا البته حالا در اون بغداد که رفت یک زیارتی کرد اینا، اما مطلقا ایشون مذهبی نبوده ابدا. خب دو تا سال در یکی بود. بله بله، در همین بود که میگفتش که آخه زمان رضا شاه تا اونجا که در کتابی که خوندیم که تعداد مساجد محدود بوده. بله خیلی کم بودن. بعد خیلی زیاد شدن. بعد زیاد شد. بله بعد به هزار رسید اونجا. وقتی که رضا شاه تو کاخ یکی از این کاخ هاست دید که یک درخت تناور اینجاست پر شمعه. چیه این داستان؟ گفتن قربان یه شب ناصرالدین شاه خواب دیده یه پیر نورانی از این درخت اومده پایین. اینا زنای حرم و ساکنان حرم حضرت پادشاهی اینا شمع میگذاشتن توی این درخت و چیزا. اینا گفته است که من میرم فردا میام، اگر من اثری از این درخت دیدم اینجا ندیدم.
زدن اون درخت رو قطع کردن از بیخ و بن و عرض می شود که هر جای درخت اینطوری بود رضا شاه می رفت قطعش می کرد. در کرج هم یک درخت تناوری بود اینچنان دستور قطعش کردن. اون هم خرافاته. موقع می رفتن با پارچه بله دخیل می بستن بله. بعد یک قصه من شنیدم از زمان رضا شاه. رضا شاه موقعی که به مشهد رفته بوده یه پسری رو میارن میگن این امام ایشون رو امام رضا شفا داده. ایشون کور بود و امروز شفا داده. رضا شاه برمیگرده به این پسرک نگاه میکنه و میگه که این چه رنگیه؟ میگه سبز. میگه این چه رنگیه؟ میگه قرمز. میگه کور مادرزاد که رنگ نمیفهمه که، منو سیاه نکنید. خب و یه داستان دیگه هم شنیدم که یعنی اونه که پدرم تعریف میکرد. پدرم یک دوستی داشت که گویا تو کارهای حساب کتاب رضا شاه بوده و اینا. من دقیقا نمیدونم که چطور بوده. پدر گفت برای من تعریف کرد ایشون که یک زمانی که در 17 دی باید میرفت برای بیهجابی و اینها، روی پلکان قصر که چوبی هم بود قدم میزد، مرتب داشت قدم میزد، عصبانی بود، همه مؤدب ایستاده بودن تا خانمش و دوتا دختراش بی حجاب بیان که در مراسم شرکت کنن. البته حجاب اون موقع هم فکر کنم کلاه و پالتو بله. همچین دکلته نمی‌پوشیدم که بیان که. و همین توی قدم میزده برمیگرده به همون شخصی که پدر میگفت، میگه با اون برمیگرده میگه دلم میخواد زمین باز بشه برم توش زن و بچه‌مو بی حجاب نبینم، ولی چه کنم، برای مصالح مملکت مجبورم که این کار رو بکنم. به حال یک ایرانی بوده دیگه بله. با این مسائل خودشو داره. یک چیزایی حتی در گفتنش شجاعت میخواد بله. یعنی یک مسائلی که میخواد. به حال من خیال میکنم که تاریخ ایران مدیون اونه. حالا در این 4 دقیقه دیگه وقت داریم. خیلی ها معتقدن که بسیاری از کارهایی رو که رضا شاه کرده تحت تأثیر رئیس جمهور ترکیه بوده و با تنها سفری که به خارج کرده اون سفر بوده و اون باعث شده که بسیاری از کارها رو بکنه. اولا از نظر من یک کار هر چقدر با ارزشه، آدم از هر جا الهام گرفته مهم نیست، مهم اون کار رو که باید انجام بده. این عیبی نداره، این مطلب هیچ گونه عیبی نداره. بله ژاپن اتاتورک بله بله ژاپن که کشور صنعتی نبود، ژاپن خیلی سنتی عقب افتاده بود. اولین کشتی آمریکایی که رفت اینا دو گروه بودن، یه گروهی شاهی بودن، یه گروهی یه اسم دیگه داره دینشون یادم رفت که اونا اصلا میگفتن این ما نجس میشه ساحل. خب بیا ببینیم این چیه، اینا دارن کشتی رو نگاه کردن، عجب کشتی دارن اینا. ما باید یاد بگیریم. ژاپنیا از غرب تقلید کردن دیگه، همه چیز از غرب گرفتن. ژاپنی رفت و دور دنیا با دوربینش هر چیز زیبایی میدید عکس برداری میکرد تو ژاپن. ژاپن الان در واقع به قول اینجایی ها میگن most technological country، یعنی از تکنیک و فن و اینها جامعهش تکنولوژی پیشتر پیشتر. اون هیچ اشکالی نداره. شانس ایشون این بود در آخر عرض کنم که رایزنای خیلی خوب داشت، مثل تیمورتاش که میگوید که he was an intellectual giant، یعنی قول روشن فکری بود. فقط عیب عمده این بود که عیب ایشون این بود که این آدمایی که مغزهای بزرگی رو بودن از بین برد، مثل تیمورتاش و سردار اسد و اینا. و میگوید که آخر کار که تنها شده بود، را میرفت با این چوب تعلیمی چیز میکرد، همش فکر میکرد و بسیار بدبین شده بود به رجال که اینا نکنه با انگلیس دارن توطئه میکنن، نکنه اینها دوچار همچون توهماتی شده بود که اینا تو کتاب ما نکسه. ولی تا زمانی که حتی یک زمانی بود که ایشون چندین نفر مشاورای تراز اول داشت، یکیش دکتر مصدق بوده، یکیش دولت آبادی بوده، یکیش عرض میکنم که مصطفی الممالک بوده، مشیر الدوله بوده. اینا هفته یک بار جمع میشدن و یک آلمانی ازش میپرسه که اعلی حضرت شما که مدرسه نرفتین، ولی این چیزا رو از کجا یاد گرفتین؟ میگوید که درست گفتی، ما مدرسه نرفتیم، اما ما کسانی داریم دانشمند که اینها به اروپا رفتن و جوامع مدرن رو دیدن
و با هم با اونا مشاوره میکنیم و اندیشه هاشون رو میپسندیم و این کار رو انجام میدیم. بسیار ممنون. بذارین در این دو دقیقه آخر که هستیم، شما صحبت از ژاپن کردین، یک مطلبی است که مثلا نیمه جوکه ولی درش یک معنا و عمقی هست. میگن یک دفعه یک ایرانی به یک ژاپنی برخورد میکنه، یک ایرانی که تمایل به جمهوری اسلامی داشته، بله. میگه شما چرا نمیگین مرگ بر آمریکا؟ شمایی که بمب اتم رو ناکازاکی انداختن، رو هیروشیما انداختن، شمایی که آمریکا پدرتون رو در آورده، در جنگ شکستتون داده، چرا نمیگین مرگ بر آمریکا؟ مثل ما که 24 ساعت میگیم مرگ بر آمریکا. اون ژاپنی میگه ما نمیگیم مرگ بر آمریکا، ولی اون تلویزیونی که تو کاخ سفیده ما ساختیم و اون تلفنی که دست رئیس جمهور آمریکاست ما ساختیم و با تلفن ساخته ما داره رئیس جمهور صحبت. در این زمینه چیز بگم خدمتتون، دستگاه های وایت هاوس، تلویزیون و ضبط صوت همش سونی بود. بله. جرالد فورد که اومد اونا رو بردن و چیز گفتن آقا نیکسون که بود همش سونی بود، گفت اون پول داشت سونی بخره، ما اونقدر سرمایه نداریم برای این، اونقدر بودجه نداریم. جنس ژاپنی، بله بله، یه گفته بود وایت هاوس، بله ژاپنی گفت بله. اون پول داشت سونی، از همه دستگاه رو سونی می‌خرید، ما اونقدر پول نداریم. خب و یه نکته هم بگم، یک دقیقه وقت داریم. در جوانی یادمه که در ایران جنسی که قلابی بود میگفتن ژاپنیه. بله بله، مثل چینیه امروز. آره آره آره، میگفتن ژاپنیه. مثلا میگفتن این آقا جنس ژاپنیه، یعنی قلابیه. و اگر جنسی مدین ژاپن بود، یعنی از ژاپنی بود، میگفتن جنس ارزان و قلابی. بله همینطور بود. حتی همینطور. یک کارخانه در ژاپن آمده بود اسم کارخونهش رو گذاشته بود USA که یعنی مخفف یک کارخانه است، مثلا یونایتد فلانی. بله، بله. و میگفت مدین USA برای اینکه اون جنس ژاپنی رو بخرن. بله. حالا در به در هممون دنبال جنس ژاپنی هستیم. بله. حتی وقتی که میام این تلویزیون رو میخریم میگن این تلویزیون سونیه، اما توی احتمالاً مثلا کره مونتاژ شده، ما میگیم نه، اونی که تو خود ژاپن مونتاژ شده ما میگیم. بله. خب بله، زمان برنامه ما تموم شد، از حضورتون خسته نمیشم. خواهش میکنم بهرام مشیری مهندس عزیز، ممنونم و اجازه. از همینجا میخوام ازتون دعوت بکنم، یک نکته بود راجع به یک مراسمی که شما دارین، ببخشید. عرض میکنم خدمت که دو مطلب بگم. یکی این که 25 این ماه ما در 25-75 مکبه هستیم در ایرواین. بله. اونجا از تحصیل اندیشه فردوسی و شاهنامه فردوسی بر ادبیات و فرهنگ ایران صحبت میکنیم. این است که یک مطلب بود. مطلب دیگر این که ما برنامه های جمعه ما از 9 منتقل شده است به 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس همین، و دعوت میکنم که به برنامه ساعت 6 جمعه که باید فردا باشه، نه؟ پس فردا توجه کنید فقط. و امیدوارم که همکاریتون رو با تلویزیون ما اضافه بکنین و در خدمتتون باشیم، همیشه از شما استفاده کنیم. قربون شما. تشکر از شما وقتتون، و با تشکر از شما که توجه کردیم به این برنامه، با تشکر مجدد از آقای مهندس بهرام مشیری و با تشکر از آقای مشکینیار، آقای بهروز مشکینیار کارگردان فنی، با شما بدرود میگم و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم با امید دیدار.